سلام، روز شما بخیر. ببینید، ما اینجا میخوایم طبق گفته های استاد فازی روند سایکل و حالا هر چیزی که میتونید اسمشو بذارید و حالا یه آنالیز کنیم ببینیم مثلا از کجا قرار شکل بگیره، چه چیزهایی کلن داریم چه چیزهایی نداریم. ببینید، طبق اولین عکسی که استاد فرستاد ما یه دونه روند داریم. خب روندم که ماشاءالله همه تون دیگه حفظید دیگه، از یه دونه هوک شروع میشه، یه هوک جدیدتر یا هوک دو بالای خودش درست میکنه، یه رلی ممکنه یک و دو، یک دو سه، یه رلی دیگه مجدد، یه دونه رلی دیگه و انتها که میشه همون فلک. حالا راحت تر شدش هم میشه که ما یه لگ نزول داریم، یعنی مثل همین خط اینور و سه تا لاو لاو داریم که کم کم اینا رو با هم جمع کنید تشکیل فلک میده و از اینجا هم میتونید سایکل هوک اینجا رلی رو، حالا ممکن یه هوک دیگه تا آخر ببینید. داستان سر اینه که شماها یا حالا بعضا دوستانی که مشکل دارن برای پیدا کردن این نکات سخت میتونن پیدا کنن، زیاد سخت نیست. حالا امروز یه راحل یاد میگیریم سریع تر بشم. این یه دونه تقریبا میشه بگی سایکله که از چند تا یک و دو توی لگ نزولیش تشکیل شده و زمانی که شروع میکنه یک دو سه رو درست کردن و هوک رو تشکیل میده، یه همچین شماتیکی میشه بهش بگی، یعنی 100% نیستین ولی خب اینم هست. چیزی که میخوام من بهتون یاد بدم اینه که اولین عکسی که استاد فرستاد، نقطه شروع شما یا انتهای شما در هر لگ باید 4 بار هایرهای لو لو تو خودش داشته باشه. من هنوز ندیدم کسی اینو اصلا بخواد تو الگوش رعایت کنه یا مثلا اینو تو شمارشاش بیاره. اینو حالا یه دونه توضیح میدم بهتون. و اگزیت از نوت 3 یعنی همون نود N1 N2 N3 S1 S2 S3 فرق نمیکنه و این کلا سایکل بر اساس ATR برمیگرده، 86% ATR اونجا رو تسویه میکنه. اینو شما در نظر بگیر، ما برمیگردیم به اولین شکل سایکل که یه دونه هوک که تشکیل شده از 3 تا N که میشه نورث، 3 تا S ساوت که منظور جنوبه، حالا فرق نمیکنه. سایکل که بسته میشه به ازای چه 3 بالا رو بزنه چه 3 پایین بزنه ما یه رلی داریم. یعنی راحت ترین ستاپ معاملاتی اینه که 2 رو که دیدی زد زیر 1 بای کنی تا خود انسه و زمانی که دیدی انسه زد بای کنی تا خود اسه. این 100% ترین حالته و معمولا تارگت ها اگه S2 باشه میرسه لبه N2 یا 86%ش، یعنی اینجا 86%ش و زمانی هم که از S2 میخوای بگیری تا زمانی که از N3 میخوای بگیری تا S3 هر چقدر که میدونی مطمئنی تا S3 میره سیف ترین جا اینه که تا خود S2 بگیری یا 86%ش. اینجا دیگه راحت ترین سیف ترین حالته. وقتی هم که دیدی مثلا S600 اونم میتونی بگیری دوباره تا لبه انتری با احتساب 86%ش 100%، یعنی اینجا بهترین پوزیشن ها رو تو این قسمت سه ها میتونی به دست بیاری. حالا منم 10 تا 1 2 3 پشت سر هم بزنم، 3 رو که دید میزنه میاد پایین. بعضا جاهای دیدم که 3 رو زده دوباره رفته یه هوک دیگه بالاترش ساخته، یعنی همچین هم نیست که بگی 3 زده بعد دیگه 3 باهاش نزده. یعنی چجوری میشه شما 1 2 3 که مثلا دیدی این دیگه نیومده پایین، یه کوچولو اومده دوباره 1 2 3 بعد اومده اینجا. حالا چرا این اتفاق میفته؟ این دارید دو تا یعنی در واقع دو تا 1 2 3 رو تو دو تا تایم فریم میبینی. توی تایم فریم مثلا میگم 5 دقیقه این رخ داده، خب تو تایم فریم 10 دقیقه این رخ داده. همچنین سخت هم نیست بخوای برای خودت سختش کنی. معمولا برو هر وقت که میخوای بدونی این یک و دو رو چجوری علامت بزنی تو تایم فریم خودش علامت بزن. یعنی میگم تو 15 دقیقه دیدی
اینجوری شده، این مربوط به همون تایم 15 است. یعنی نری تو یک دقیقه بگی آقا این رفت 3 شد فلان شد بسار. نه، این مربوط به هم 15 است. یعنی بری تایم تو ببری 30، شما فقط یه اینجوری میبینی، همین. یعنی اصلا یه 1 و 2 نمیبینی. پس هر چیزی که داری محاسبه میکنی تو تایم خودش انجام بده، که نه اشتباه کنی، نه بگی آقا چی شد سایکل مشکل داره فلان، نه اصلا چیزا نیست. ما اگه اینو بگیریم یه دونه روند که داره میره بالا یا سایکل، بعد از هوک ما یه رالی داریم دیگه، و زمانی که رالی شکل میگیره ما یه 1 و 2 داریم، 1 2 3 داریم. ببین اینجا 4 تا هایر های بعد از رالی رو بعد ببینی، یا معمولا من که از این نقطه میگیرم تا مثلا این قسمت، تو همین من بعد 4 تا هایر های لو ببینم. وقتی که های 4م زد، اگر قرار بر تشکیل فلگ باشه بعد فلگ رو میبینم. خب یعنی طول این لگ میتونه از همینجا تا اینجا باشه، 4 تا لو قشنگ ببینیش، نه اینکه بگی آره یک کندل دو کندل سه کندل، نه توی تایم فریم خودش هایرهای تو ببینی. اینجا دیگه انتهای روندته، که دیگه من اینجا به اسم تیری درایو برای خودم گذاشتم و میاد زیر 1 2 3 همه رو میزن. حالا الگویی که استاد دادن برای فلگ این شکلیه، 1 2 3 تشکیل میشه، 3 که تشکیل شد مثل هوک دیگه برمیگرده زیر همه رو میزنه، یه 2 تشکیل میشه برمیگرده میره بالا. اینجا طبق صحبت هایی که استاد و آقای همتی داشتن، ما اینجا 2 تا هایر های دیگه داریم. یعنی اینجا یه های میزنه دوباره برمیگرده پایین، یه های دیگه میزنه، بعد شروع میکنه میریزه که بیاد 3 اینو تشکیل بده، و 3 اینم که تشکیل میده اینجاش خوشگل میشه. شما زمانی که اینو یه سایکل در نظر بگیری چه اتفاقی میفته؟ این طبق حالا چیزایی که تو گروه همه بهش توافق داریم، میخواد بیاد اینجا رو 3 کنه بره بالا، یعنی یه اینجاهای 1 و 2 میخواد تشکیل بده بیاد پایین تر، اینجا رو هم دوباره میخواد 3 کنه، یه 1 و 2 دیگه. اینو دیگه همه تون توافق دارید دیگه، که 86% اینم بخوای حساب کنی بگی اینجا که تموم میشه، همه باید موافقت میکنه. حالا یکم بالاتر اشکال نداره، اینو بذار یکم ببرم بالاتر. مثلا اینجا میشه 86% تصویه اینجا تا اینجا که رفته، اینجا دیگه همه تون موافقه. حالا اینجا که داریم بهش نگاه میکنیم، شما فرض کن همین لگو من یه کپی ازش میگیرم، همینو میچرخونم و قرینش میکنم، میذارمش اون نوک، و حالا چیکارش میکنم؟ کوچولوش میکنم تا برسه نزدیک تصفیه این 86%. چه اتفاقی افتاد؟ تمام این سایکلی که رفته بالا همون داره قرینش، اینجا اتفاق میفته. آقا هر کی میگه این رخ نمیده بیار به من ثابت کن. که شما اینجا هوک میبینی، بعد دوباره همون سایکل رو داری قرینه میبینی. اگر قرار بر تغییر روند باشه که اینجا ریتریس کنی یا بره پایین تر یا بیاد بالاتر، بعد تایم بالاتر رو نگاه کنی. این تشکیل سایکل فقط مربوط به همین تایمیه که میبینی. حالا مثلا تایم پایین تر روندت، بخش تایم بالاتر روندت سعودیه، دوباره همین شکل میگیره میره بالاتر. همینو اینجا نگاه کنی، این 86 تسبیحش بوده، یعنی اینو لگ در نظر بگیری، این ریتریس 86 اینه. این تا اینجا. خب یه جایی هست که شما هوک رو میبینی، سری تسبیح میکنه، این همون اشتباه تایم فریمیه که رخ میده. اگر هوک 1 و 2 ساخته شد اینجا SS6 زده نمیشه و بعد میره فلگ میسازه و میریزه. اینجا برای فلگم قشنگ صدق میکنه، آقا نری بگی چی شد، نیمت زیر همه رو بزنه فلان کنه. اینجا هم دو تا هایر های تقریبا میبینی، یه های دو های، توی روندم قشنگ مشخص. اینجا زمانی که روند سعودیه با مومنتوم، یعنی چی؟ یعنی استاد گفتن ATR همون لحظه قیمت. شما یه دونه سایکل مثلا در نظر بگیری، هوک و رالی 1 2 3، دوباره رالی 1 2 3 و تشکیل فلگ، اینجا داره 4 بار ریتست میکنه، یعنی هر کاری کنی اینجا ریتست میشه.
اگه قیمت با مومنتوم بره بالا،